یک شب اولین شبی که دیدم من تو اون آبدار خونه من همونجا میخوابیدم بعضی مواقع یک دریچه کوچیک داشت رو به این دریچه و چون از این دریچه من بعضی وقتا اینقدر زندانی زیاد بود از اینجا بهش نون و پنیر میدادم غذا میدادم به اینا من دیدم صدایی میادش و یه صدای تقریبا خرخری میاد من اومدم از این در چون دستشوی مشترک بود من نمیتونستم استفاده کنم من رفتم داخل این حمام که از جلو حمام رد شدم دیدم صدای خیر و خیر میاد از توی حمام اصلا تعجب کردم در رو که وا کردم یعنی واقعا جاب نوری زاده خدا ازشون نگذره خدا ایشالله اون چیزی رو که سر دخترهای مردم آوردن سرشون بیاره من دیدم یک دختر جوانی رو چششو بسته بودن دهنشو بسته بودن بعد با دستبند یه دستشو به این ور دیوار یه دستشو به اون ور دیوار اینو دستبند دادن که نفسی تکون بخوره و لختش کرده بودن مادرزاد خیسش کرده بودن با آب و چه بلایی که سرش آورده بودن من دیگه نمیدونم چون این خانم محترم خیلی معذرت بخوام خونریزی داشت و من اصلا حالم خیلی بد شد اصلا همچی صحنه ای رو من نه باور میکردم نه دیده بودم بعد از طرفی خب ترسیدم چون که معمولا این بر که میخواستی بیایی باید نه که اجازه بگیری ولی معمولا من حس میکردم بعضی مواقع در رو قلف میکنن که من اون صحنه رو دیدم و سریع برگشتم همین آقای باقری بود اون موقع افسر نگهبان افسر شب بود من بهش گفتم که جا باقری مثلا کیه زندانیه به من نعیف تو چرا رفتی اونجا به تو رفتی نداشت چرا رفتی گفتم خب رفتم یاد جان صدا خرخر میاد مثلا انقدر خانم زجاور اذیتش کرده بودن که با اینکه دستمال دهنش بود خرخر صدا خرخر که من شنیده بودم بعد من هیچی نگفتم گفتم که خب حتما جالاچی هست ولی به شدت اذیتش کرده بودن و من دیدم که بعد از دو ساعت دیگه دکتر زندان و دکتر زنی داشتیم اینجا حالا تا هر جا هست خدا نگرش داره خانم دکتر روانخواه هیچ وقت یادم نمیره ایشون دکتر زنان بود زندانی بود خودش و تو بهداری واحد سه کار میکرد که این دکتر اومدن و چشون چشون من دیدم که چی روش انداخته بودن حالا ولی چادرش دورش بیشته بود اینو بردن تو بهداری و چه بلایی سرش اومد من فکر نمی کردم اون موقع که به این داره تجاوز شده باشه من گفتم اونو شکنجهش دادم سر موضعی بوده و دیده بودم کتک میزنن دیده بودم که حاج داوود مثلا زندانی رو آویزون میکنه کتکشون میزنه با لغت و مش ولی فکر اینه که این کار رو بخواد بکنه رو یا این کار رو بقیه زندانی رو نگهبانا بخوام بکنن تا رو ندیده بودم خود حاج داوود این کار رو کرده بود؟ بله؟ خود حاج داوود این کار رو کرده بود؟ نه 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 اون من حاج داوود اون شب اونجا ندیدم حاج داوود ندیدم حالا تو خونش بود نمیدونم چون خونش بغل زندان بود بعضی مواقع میرفت از زندان بیرون و بعضی شبا تو زندان میخوابید با خانوادهش تو زندان بودن ولی بعضی شبا میرفت اون شب من حاج داوود ندیدم ولی حاج ناصری معاونش بود تو زندان حاج ناصری بود تو زندان معمولا شبهای دوشنبه و چهارشنبه که طواف سازی بود یعنی می آوردن تو سالن کوریدور همه رو بندا می آوردن زندانی ها باید می آمدن می شستن در حضور دیگران اعتراف می کردن و گذشته خودشون رو می گفتن و بعدش هم گفتن ما اشتباه کردیم و هم دیگر رو لو می دادن به قول معروف اینها کسانی بودن که می رفتن جزء لیست اف یعنی اگر میخواستن جزء لیست اف آقای منتظری یا جزء لیست اف رهبری برن باید این مصاحبه رو انجام میدادن اینها بعدا من متوجه شدم با زندانیایی که معمولا با کمک رئیس بندا شبها دخترایی رو میآورد بیرون رئیس بند میذاشت بیرون و افسر نگهبان اینها رو میره ور میداشت میآورد و زیر هشتی میبرد تو اتاقها و با اینا تجاوز می کردن من با چش خودم اینها رو دیدم دخترانی که بعضی دختران رو تطمیع می کردن به خاطر اینکه اینا رو می ترسوندن اگر این کار رو نکنیم ما گزارش می دیم که تو عفت قبول نشه و از اینجور مسئله از این طریق هم جلو رفتن از این طریق هم با خیلی از نوامیس مردم اینا یعنی یواش یواش طوری شده بود که فقط افسر نگهبان یا افسر بازجویی این کارو نمی‌کرد حتی کار به جایی رسید که همین پاسداران معمولی اونجا دیگه دریده شده بودن و این سعی می‌کردن شب بمونن اونجا چون زندانی میومده میرفت و به قول معروف گلچین کنن مخصوصا تو
اتاقای خانه های افافی که درست کردن در محبتی زندان برای زندانی که ازدواج کرده بودن و مثلا خانمشون یا آقا رو در اون اتاقای شب خصوصی بینه میدادن. ولی من ندیدم که زندانی از بیرون بیاد و به قول معروف به قول خودشون اسلامی بخوان برای یه زوج برنامه‌ای بذارن. دخترایی بودن که میو از اوین میآوردن، یه آقایی بود به نام آقای طائب، همین طائب حسین طائبی که الان هست، اون احتمال 99 درصد ایشونه. ایشون مأمور بود، سرپرستی بود که زندانیا رو میآورد. بعد زندانیا رو به جایی که اینجا بذارن میبردن تو اون اتاق ها، یعنی اتاق خونه هایی که ساخته بودن برای این. بعد میامدن به من میگفتن که مثلا دو تا غذا یا یک غذا یا این چیزها رو ببر بذار پشت در اون اتاق ها. خب من اولا فکر میکردم که خب اینجا مثلا خانواده اومده، خانمی اومده که شوهرش بعدا تو بند بهش ملحق میشه. یک بار که من غذا برده بودم اونجا پشت در گوشم، در باز بود، من در رو که باز کردم دیدم خب اگر اون خانم از بیرون اومده باشه نباید چشمم بهش زده باشن. دیدم این چشمم بهش زدن دستبند داره. من ازش پرسیدم زندانی هستی؟ گفت بله. گفتم اینجا چیکار میکنی؟ اون فکر من مثلا از مامورین اینجا هستم. گفت نمیدونم، من داشتم تو ماشین میومدم، به من گفتن که تو رو امشب تا صبح نگرت میداریم، بستگی به خودت داره کدوم بند بری، چی اعتراف کنی چی نکنی، اگر با ما باشی علنا. اون به من گفت اون خانم، و من قضاشو براش گذاشتم و اومدم. بعد اتاق بعدی یکی دیگه بود، یعنی اون شب من سه تا زن رو دیدم اونجا که چطور اینا با آبروی این دختر رو بازی کردن و چطور اینها رو نه یه نفر نه دو نفر این کار رو باشون میکردن و قبل از اینکه صبح حاج داوود بیاد اینها رو میآوردن سریع زیر هشتی میشوندن و بهشون هم میگفتن اگر حرفی بزنن به شدت اینا کتک خواه. مصطفی عزیز اجازه بده من یه چیزی براتون بگم. من یک شبی جای افسر نگهبان نشسته بودم، چند تا زندانی رو آوردن اون دور هشتی گذاشته بودن برای این که تنبیه بشن، حالا چه کاری تو بند کرده من نمیدونم. یکی از اینا هر وقت اینا احتیاج به دستشوی داشتن با دستشون رو بلند میکردن، من دست یکیشون رو گرفتم، البته دستشون که نمیتونست بگیر، باید چود دست اینا میدادی مثلا اگه خواهر باشه بوشه چادرشون رو بگیر. من اینا بردم دستشوی، من موقعی که بردم دستشوی سریع چشمانش رو برداشت، برگشت گفتش که خب جدید هستی نوبت توه. اینه که به من گفت، من گفتم که مگه چرا این حرف میزنی؟ گفت من تا حالا 36 بار هیچ وقت یادم نمیره در این زندان مورد تجاوز قرار گرفتم، 36 بار. من حاضرم اینا رو شهادت بدم در هر دادگاهی که باشه، با تمام سوراخ سنبایی که این دختره رو بردن تو اونجا یکی یکی رو کاغذ بکشم و بهشون بگم که این دخترها و این زنها رو کجا بردن و چه جوری با اینا تجاوز کردن، مصطفی عزیز، مصطفی صبر کن، این وقت ما تموم شده، ادامه میدیم فردا گفتگومون رو با مصطفی و باشه بقیه صحبتامون برای فردا. آقای خامنه ای عمامه رو کمی بالاتر بگذار، آقای شاهرودی تو که خیلی بالا گذاشتی، حالا آقای صادق لواسانی هم، صادق همش اسم مرحوم لواسانی یادم میاد، اون مرد وارسته بود، صادق لاریجانی هم بالاتر خواهد گذاشت، آقای رئیسی هم بالاتر خواهد. بله اجازه بده، بله فردا صحبت میکنیم.